با نگاهی گذرا به آمارهای رسمی در چند دهه اخیر می توان به راحتی دریافت که حکومت سعودی در لیست کشورهایی است که بیشتر حکمهای اعدام برای نوجوانان را صادر کرده است. نهادهای حقوق بشری روز گذشته دوشنبه از تایید و یا صدور حکم اعدام برای 7 شهروند سعودی بنا به اتهامات مختلف خبر دادند. روزنامه تایمز بریتانیا در گزارشی اعلام کرد علارغم وعده‌های پیشین مقام‌های سعودی در پایان دادن به اعدام نوجوانان، صدور احکام اعدام برای نوجوانان عربستانی به دلیل اعتراض به حکومت از سر گرفته شده است. تایمز افزود 31 ژوئن گذشته جوانی به نام جلال لباد بنا به مجموعه‌ای از اتهام‌ها از جمله تظاهرات علیه حکومت به اعدام محکوم شد. لباد که حالا 21 سال سن دارد در سال 2017 میلادی به اتهام مشارکت در تظاهرات و اعتراضها چند سال پیش بازداشت شد. دادگاه تجدید نظر سعودی همچنین 8 آگوست گذشته حکم به اعدام عبدالله در رازی داد که به هنگام بازداشت در سال 2014 تنها 19 سال سن داشت. مقام‌های سعودی در رازی را به اتهام مشارکت در تظاهرات و تشییع جنازه قربانیان اعتراضها، توزیع آب به هنگام تظاهرات و شرکت در تشکیل هسته تروریستی و حمله به اموال عمومی به اعدام محکوم کرد. این روزنامه بریتانیایی همچنین اعلام کرد که نمایندگان دادستانی عربستان خواستار اعدام دست کم 5 نوجوان دیگر بنا به اتهام‌های مشابه هستند و اغلب این افراد از اقلیت شیعیان در عربستانند. عربستان پس از آغاز بهار عربی شاهد تظاهرات در مناطق دارای اکثریت شیعه در شرق عربستان بود که به شکل پراکنده چند سال ادامه پیدا کرد. نهادهای حقوق بشری اروپا چند روز پیش اعلام کردند با وجود وعده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در کاهش مجازات اعدام، عربستان طی 6 ماه نخست امسال 120 نفر را اعدام کرده و این تعداد 2 برابر اعدامی‌های سال 2021 میلادی است. عربستان و به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در سالهای اخیر و به خصوص پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی، به شدت به خاطر رفتارهای مغایر با حقوق بشر مورد انتقاد سازمانها و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. مقام‌های سعودی 12 مارس گذشته از اعدام بیش از 80 نفر در یک روز خبر دادند. بنابر اعلام ریاض، این افراد به ارتکاب جرایم مختلفی از عضویت در گروه‌های شبه نظامی گرفته تا قتل محکوم شده بودند. این بزرگترین اعدام دست جمعی است که پادشاه سعودی در تاریخ معاصر خود انجام داده است. اعدام‌های انجام شده حتی از اعدام‌های دست جمعی در ژانویه 1980 که در جریان آن 63 فرد محکوم به تصرف مسجد الحرام در مکه کشته شدند فراتر رفته است. عربستان در سال 2021 حکم اعدام 69 نفر را اجرا کرده بود که یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان بوده است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.